خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی و در شامگاه پنجشنبه سوم ژانویه سال 2013 به همراه همکارم مریم الوندی با درود فراوان به شما بینندگان گرامی. مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز از شبکه جهانی تن به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بررسی تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی و سوء مدیریت دولت احمدی نژاد بر حوزه دارویی و سلامت مردم ایران در مطلبی تحت عنوان بحران بی سابقه در خدمات درمانی ایران. اینک سر فصل مهمترین خبرها. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران پیشنهادهای خود برای ادامه مذاکرات اتمی را به مقامهای روسیه ارائه کرده است. 20 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس زندان اوین خواستار رفع موانع درمانی زندانیان بیمار این بند شدند. دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه انقلاب اسلامی دو تن از متهمان حادثه زورگیری آذرماه در تهران را به اعدام محکوم کرد. محاکمه 5 متهم تجاوز به دختر دانشجوی هندی در حالی آغاز شد که رئیس دادگاه به انجام یک محاکمه عادلانه اطمینان ندارد و بیمناک انتقام خونین مردم خشمگین است. نشریه طنز فرانسوی شارلی ابدو اعلام کرد کتابی کمیک از زندگی پیامبر اسلام را در تیراژ 80,000 نسخه منتشر کرده است. بر اساس تازه ترین آمار مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات این کشور در سال 2012 میلادی به بیش از 150 میلیارد دلار رسید. در دو حمله جداگانه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان جنوبی در پاکستان، ملا نظیر فرمانده ارشد طالبان به همراه دست کم 12 تن دیگر کشته شد. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اعطای تابعیت به ژرارد دپاردیو بازیگر مشهور فرانسوی موافقت کرده است. اینک مشروع اخبار. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید امیدوار است مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی به سرعت آغاز شود و این در حالی است که ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در سال گذشته میلادی در 3 مرحله با یکدیگر مذاکره کردند اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. ولی با این حال مقامات حکومتی در ایران در هفته‌های اخیر نسبت به اثرگیری مذاکرات اتمی با 6 قدرت جهانی بار دیگر ابراز تمایل کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سعید جلیلی پس از انجام یک سخنرانی در دهلی به خبرنگاران گفت ما پیشنهادهای خود را با روسیه در میان گذاشتیم و آنها نیز آمادگی خود را برای اثرگیری گفتگوها اعلام کردند. که ما نیز از این مسئله استقبال می‌کنیم.
و این همه در شرایطی است که هفته گذشته رسانه‌های روسیه نیز عنوان کرده بودند که شش قدرت جهانی همچنان مشغول مذاکره با جمهوری اسلامی درباره زمان و محل گفتگوها هستند، که در این میان آقای جلیلی نیز با تایید این خبر اظهار داشت مکان و زمان انجام گفتگوها قطعی نشده است، اما با این حال ما امیدواریم که این مذاکرات خیلی زود آغاز شود. یادآور می شود که هفته های اخیر مقام های غربی نیز از آغاز مجدد مذاکرات اتمی با ایران سخن گفتند. و خبری از شرایط دشوار زندانیان سیاسی بیمار در ایران. 20 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در تهران با نوشتن نامه‌ای خطاب به علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین خواستار رفع موانع درمانی زندانیان بیمار این بند شدند، و این در حالی است که سایت کلمه که متن این نامه را روز پنجشنبه 14 دی ماه منتشر کرده تاریخ نوشته شده آن را هفته گذشته اعلام کرده است. بنابر این گزارش این زندانیان در نامه خود با نام آوردن از 26 همبند بیمارشان به سابقه کوتاه از بیماری های آنها اشاره کرده، ولی علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین را مسئول تخلفات صورت گرفته در قبال درمان بیماری آنها اعلام کردند. آنها همچنین از رئیس زندان اوین پرسیدند چرا تخلفاتی که با جان زندانیان ارتباط دارد صورت گرفته است. گفتنی است این زندانیان از رئیس زندان اوین خواستند که اگر مانع تراشی بر سر درمان بیماری زندانیان بیمار را خلاف رویه‌های مرسوم و مقررات موجود می‌داند موانع درمان این بیماران را مرتفع کند. این زندانیان سیاسی عقیدتی در انتهای نامه خود خطاب به رئیس زندان اوین در این حال تأکید کردند که مسئولیت قانونی معالجه بیماران این بند با اوست و در صورت هر اتفاق ناگواری طبعا او باید پاسخگو باشد، و این در شرایطی است که زندانیان بیمار نام برده شده در این نامه علی‌رغم نظر پزشک زندان مبنی بر معالجه آنها در بیمارستان همچنان در زندان نگهداری می شود. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن نظرات کارشناسی امید گرگانی در زمینه معاملات ریل استیت جلب می کنیم. یکی از کارهایی که روزانه انجام میشه از طریق یک مشاور حرفه‌ای دنبال کردن و مطالعه عوامل اقتصادی اون شهری که درش داره کار میکنه است. مثلا تعداد خرید و فروشی که روزانه در یک شهر انجام میشه و نشون دادن موقعیت خرید برای خریداراش و یا نشون دادن موقعیت فروش برای فروشنده‌هاش هستش، که این خیلی عامل مهمیه که در چه مقطع زمانی این مشاور میتونه فروشندش رو راضی بکنه که تو بازار بیاد و از بهره برداری بازار فروش بهره مند شه، یا بالعکس در رابطه با خرید چه مقطعی در زمان خرید خوبه که بتونه اون خریدار رو با خرید خوبی که میکنه خوشحال بکنه.